صد بار گفتم وقتی تو پیست سوارکار دهنتو میکشه سعی کن گردنت به طرف چپ پیست بکشی، جلوتو نگاه کن دختر، بس پای دیگه کار نداشته باش. اگر نگاه کردی حاصل کار میشه همین، پاد میپیچه تو پای اسبای دیگه، میشه چی؟ پاد میشکنه. حالا نگران نباش، همه رقم حوات دارم، حواسم هست. سلام، ببینم نبینم نخوش باشی خانم، باید قول بدی دوباره حالت خوب بشه، میخوام مثل قبل تاخت بدی. نبینم اینجوری حالت بد باشه، ولی نگران نباش، یه ذره تحمل داشته باشی دوباره میتونی مثل قدیم بدوی. نبینم اینجوری قصه تو چشات باشه. غذات سرد شد. چی شد؟ غذات از معلم ورزشتون پرسیدی باید کی بری باشگاه ثبت نام کنی؟ صبح است به مدرسه من نمیخورم. خب میریم یه جا ثبت نام میکنیم که زمانشون بهت بخوره. بابا با صحبت کردی؟ در مورد چی؟ اینترنت دیگه. این دفعه که باش حرف زدم زیاد وقت نداشت. حالا دفعه بعد باش صحبت میکنم ببینم نظرش چیه. یه ذره شکرم میریخته جای دوری نمیرفت. من فکر میکنم بعد یه 3-4 جلسه دیگه ما با هم بشینیم صحبت کنیم، ولی امروز کافیه. بسیار عالی، ممنونم، متشکرم، لطف کردیم. خوش آمدید. خدا نگهدارتون. چقدر طول کشید؟ بله جناب سرهنگ، بله چشم، حتما. پارسا زنگ بزن غذا سفارش بده، نهارتو بخور، من برم جلسه. خودت گفتی امروز مرخصی میگیرم میریم خرید. بشین سر درست، من باید برم پیش جناب سرهنگ. حداقل خودکار بده نقاشی کنم. بشین درساتو بنویس. پسه شروع کردی؟ خانم عطایی، خانم لطفی مدیر مدرسه دخترانه پسن، خانم عطایی هم مددکار اجتماعی کلانتری ما، یه مشکلی براشون پیش اومده داخل مدرسه. من صلاح دونستم که مورد با شما مطرح بکنم، شما پیگیری بفرمایید و انشالله نتیجه کار رو هم به هم بگید. خودشون رو توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده. ما یه مدتیه که توی مدرسه‌مون از کیف دانش آموزان چاقو و تیغ و تیزبر و این چیزا پیدا میکنیم. در این مورد دعوا درگیری گزارش نشده؟ نه موردی نبوده، چون ما مدرسه تیزهوشان دخترانه هستیم، خب موارد خشونت آمیز خیلی کمتر داریم، برای همین هیچ توجیهی برای این چاقو و تیغ و اینا نداریم. فضای بیرون از مدرسه هم مشکلی برای بچه ها پیش اومده؟ منظورم مشکل امنیتی تو رفت آمدشون. نه موردی نداشتیم، چون بچه های ما سرویس دارن، بعضی هاشون هم که پدر مادرشون میان دنبالشون،
یه چند نفری خودشون رفت آمد میکنن که اونم نه موردی نبوده، منظورم به لحاظ مزاحمت و اینجور چیزاست. خب دانش آموزا برای حمل سلاح چه دلیلی رو برای شما عنوان کردن؟ خیلی بهانه‌های ساعتی، مثلا پوست کندن میوه و خوراکی و اینجور چیزا. این موضوع رو به خانواده‌هاشون هم اطلاع دادید؟ شما با اونها هم مطرح کردید؟ بله اتفاقا یکی دو مورد با خانواده‌هام صحبت کردیم، منتها اونام نتونستن کمکی بهمون بکنن، یعنی سرنخی به دست نیاوردیم. هیچ نشونه آثاری در رابطه با این موضوع شما خودتون مشاهده نکردین؟ روی دیوار پشتی حیات مدرسه چند تا لکه خون دیدیم و توی حیات ورزش بله چند تا لکه خون اونجا هم دیدیم. خب تونستید بفهمید مال چیه یا که مربوط به چه کسیه؟ نه متاسفانه هیچ سرنخی به دست نیاوردیم. پس شما زحمت بکشین خودتون موضوع رو بررسی بکنین، بلکه ان شاءالله سرنخی به دست بیاد، بعد نتیجه‌ش رو هم به من بگید. چشم جناب سرهنگ. به داستان‌های گذشته که اینجا هم شاعر اومده از یوسف، از قصه یوسف، یعنی قصه‌ای که حضرت یوسف حسادت کردن با رابطه معادله دو مجهولی براتون توضیح بدم. ایکس منهای هفت ایگرگ میشه پنج، سه ایکس به اضافه هفت ایگرگ میشه 15. حالا میخوایم جواب اینا رو در بیاریم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ما اینجا مجموعاً 700 تا دانش آموز پایه متوسط اول و دوم داریم و چون مدرسه‌مون تیسوشانه سعی کردیم در حد توانمون یه سری امکانات ویژه برای بچه‌ها فراهم بکنیم. اینکه اینجا آزمایشگاه شیمیه. کلاس‌های هنری داریم، کلاس‌های ورزشی داریم. برای استعدادیابیشون یه سری در واقع کلاس‌ها برگزار می‌کنیم، یه سری مشاوره میاریم. ببخشید من جلو میرم. اینجا آزمایشگاه فیزیکه که مباحث فیزیک رو بچه‌ها میان عملی بررسی میکنن و کلا سعی کردیم بچه‌ها مدرسه رو خونه دوم خودشون بدونن. رابطه بین والدین و مربی ها و دبیران هم خیلی خوب و صمیمیه. ما ماهی یک مرتبه جلسه اولیا و مربیان برگزار میکنیم و اینکه میگم تلاشمون رو کردیم که بچه‌ها اینجا احساس امنیت بکنن. افرو جان رشته چی بود؟ ریاضی. سال چندومی؟ دوازدهم. دلیل خاصی داره دائم اجازه میگیری از کلاس میری بیرون؟ نه. خب ظاهرا خیلی اجازه میگیری میری بیرون. حوصله‌ام سر میره. هرچی حوصله‌ت سر میره؟ نمیخوام تو کلاس باشم، بلدم. تو که درست خوبه، برای چی دوست نداری سر کلاس باشی؟ دلیل خاصی نداره. خب این که من ازت میپرسم به خاطر این که نگران شدیم که خدای نکرده نکنه مریضی چیزی داشته باشی. من حالم خوبه، خدا رو شکر. خب من میتونم ازت بپرسم که تو دیوار حیات پشتی داشتی چی مینوشتی؟ افرا بیا بالا من میرسونمه. کجا میخوای بری؟ نه خیلی ممنون، من منتظر اتوبوسم. خدا بیا میرم. عزیزم بیا تعارف نکن، من میرسونمه. نه خیلی نمیخوام بهتون زحمت بدم. عزیزم من که این مسیر داشتم میرفتم، برای چی نمیای سوارشی برسونمه؟ افرا جان منتظر اتوبوسی؟ بهتر نبود با من میومدی تا با اتوبوس میرفتی؟ میگم آدمایی که کم حرف میزنن بیشتر اهل کتاب و نوشتن و اینجور چیزا. تو هم موافقی؟ همه هم اینطوری نیستن. تو چی؟
چرا میپرسین؟ همینجوری محض اطلاع. خب داریم با هم معاشرت میکنیم دیگه. راستش من بیشتر بر خودم مینویسم. منم یه دوره دفتر شعر داشتم، یه چیزایی توش مینوشتم. بله مامان کی میای؟ پارسا جان عزیزم، هنوز من کارم تموم نشده، کارم تموم بشه میام. کی تموم میشه؟ یعنی ساعت چند؟ عزیزم کارم تموم بشه میام. بریم موش بگیریم دیگه. حالا بعد هم راجع به این قضیه صحبت میکنم. مامان این بابا با صحبت بکنیم؟ مگه نگفتی بابا هرچی بگه؟ عزیزم الان وقتش نیست، گفتم که اومدم خونه با هم صحبت میکنم. باشه خدا حافظ. افرا روستی میخوای شما یه تماس منو داشته باشی؟ یه موقعی دلت خواست بهم زنگ بزنی. این شماره من، منتظرت باشم. فعلا خدا نگهدار. خدا حافظ. اونو بذار اونجا سر موشه تکمیل شه. آها درست شد. قرص قبل غذا تو خوردی ماما؟ آره خوردم. چرا برای تبلتت رمز گذاشتی؟ وسیله شخصیه، حق ندارم رمز بذارم. مامان جان مگه من برای گوشیم رمز گذاشتم؟ آدم جایی که احساس امنیت نمیکنه رمز میذاره. بعدشم من مادر شما، حق ندارم بدونم تو اون تبلت چه خبره. مگه رمز گذاشتن کار بدیه؟ هرشم تو تبلت من چه خبره؟ دستم زن خودم جواب میدم. الو فیتوپلانکتون ها برای اینکه بتونن زندگی کنن سه تا عامل اصلی نیاز دارن: دما، نور و غذا. نورشون چجوریه؟ اگر که در عمقی باشن که نور خورشید بتونه تو اون نفوذ کنه، زندگی کردنشون محدود میشه. حالا تاثیرشون توی اکوسیستم چیه؟ موادی بیش از حد فیتوپلانکتون ها میتونه چیکار کنه؟ کلی ما رو گذاشته سر کار. برای چی الکی باند زخم بستی به دستت؟ آخه دستم درد میکنه. آها، برای درد دست باند کشی میبندن نه باند زخم. حالا این چاقو اصلا به چه دردی میخوره؟ برای ترشیدن قلم نی ازش استفاده میکردم. ببینم قلم نی تو. خب شاید الان همراهش نیست. خانم میشه ازتون خواهش کنم لطفاً به بچه ها چیزی نگین؟ چرا؟ آخه اینجوری میگن که الناز دختر ترسوییه. مگه مهمه بقیه چی میگن؟ واقعیت که چیز دیگه است. واسه من مهمه. اصلا دارم نمیخواد من به عنوان دختر ترسو بشناسم. تو که ترسو نیستی، بقیهش دیگه مهم نیست. اصلا ما رفتاراشون با من عوض شده، انگار دیگه نمیخوان منو ببینن. ارجمندی، تو که نمیتونی اونجوری باشی که اونا میخوان. میتونی؟ نه، ولی خب اگه اونجوری هم که خودم میخوام باشم دیگه کاملا تنها میشم. ولی اینی که الان خودت هستی خیلی با ارزش داره. بستن باند روی زخمی که وجود نداره چیزی به تو اضافه نمیکنه. پشت برو سر کلاست. پشت برو. واقعیتش مزاحمتون شدم تشریف بیارین. میخواستم یکم راجع به افرا با هم صحبت کنیم. میخواستم بپرسم که شما چقدر ارتباط واقعی با افرا دارین؟
میتونم بگم خیلی زیاد. ما خیلی با هم دیگه حرف میزنیم. همه چی رو نظم و انضباط و برنامه است. افرا متمرکزه. بله. بعد شما متوجه چیز خاصی نشدی؟ نه، چه چیزی مثلا؟ من و پدرش کاملا روی برنامه‌اش نظارت داریم. هر مسئله چیزی پیش بیاد حتما ما متوجه میشیم. شما اصلا خیالتون راحت باشه از این بابت. همه چی خیلی داره خوب پیش میره. بله. یعنی هیچ وقت نشده اعتراضی، گلایه‌ای از چیزی داشته باشه؟ نه، افرا اصلا اینجوری نیست. اون خیلی دختر محکمی بار اومده. ولی من فکر میکنم اینطوری نیست. افرا به نوعی تحت فشاره. فشار؟ چه فشاری؟ من و پدرش و افرا اصلا تنشی با هم دیگه نداریم. ما هر کاری میکنیم به خاطر این که متمرکز رو درسش باشه. شما خودتون فکر نمیکنین این میزان فشار عصبی رو ذهنش ممکنه تاثیر منفی داشته باشه؟ نه، به هر حال ممکنه که سخت باشه، ولی میگم که افرا اینجوری بار اومده. خب باعث خوشحالی ماه که ذهنش درگیره فقط درسش باشه. بله، ولی خب درس خوندن اونم تو ساعت طولانی بدون استراحت، بدون تفریح، ممکنه خسته و دلزدش کنه از درس. به هر حال امسال سال کنکوره، سال سرنویس‌سازیه، باید نتیجه زحمات ما خودشو ببینه دیگه. اینطوری به صلاحشه. برای علایق دیگهش وقت میذاری؟ ببینید، پارسال و امسال به خاطر اینکه واقعا افرا روی درسش تمرکز داشته باشه، ما همه برنامه‌مون رو محدود کردیم. به هر حال وقت برای کارهای دیگه بسیار هست. ببخشید، من میتونم بپرسم که شما رشته تحصیلیتون چی بوده؟ اینو انداخته بودن توی صندوق انتقادات و پیشنهادات. آخه صبح سر صف یکم براشون صحبت کردیم که از موضوع خبر داریم. لازم بود یه ذره ذهنشون روشن بشه که مدرسه جای اینجور کارا نیست. اون وقت اینو انداختن تو صندوق. دخترا نشون بدی. خیلی درد داشت؟ نه خیلی. چرا داره؟ یعنی بستگی داره. به چی؟ به اینکه چقدر عمیق بزنی. یعنی دردش مهم نیست، حس بعدش مهمه. بعدش چی میشه؟ بعدش آدم آروم میشه، سر میشه. میشه یکم بیشتر بر من توضیح بدی؟ یعنی با درد آروم میشی؟ جسم آدم آروم نمیشه، ولی روحش چرا؟ یعنی واقعا اینجوری آروم میشین؟ آره. نه، حس آروم. نمیدونم چجوری توضیح بدم. چطور به ذهنت رسید این کارو بکنین؟ یعنی مثلا برای آروم شدن چرا نمیرین یک کار دیگه بکنین؟ من رو دست دوستم دیدم. من تو نت، تو اینستا دیدم، گفتم خودم امتحان کنم. پوستر نامزده شورای دانش آموزی رو چرا پاره کردی؟ ازشون خوشمون نمیاد خانم. چرا؟ برای اینکه همش میخوان رئیس بازی درارن برای بچه ها. بچه ها رو گول میزنن. الکی میگم ما علم میکنیم، بل میکنیم. خب چرا خودتون نامزد نمیشین؟ خودتون نامزد بشین. خانم ما دوست نداریم. خیلی خوبه که اینطوری میتونین به بچه‌ها کمک کنین، صداشون رو به گوش مسئولین مدرسه هم برسونین. به گوششون برسونیم که چی بشه؟ که اگه موردی، مشکلی، چیزی هست شورا به ما منتقل کنه. وقتی فایده ای نداره چرا باید بگیم؟ چرا فایده نداره؟ ما همه چی رو قبول میکنیم. اگر چیزی در چارچوب و قوانین مدرسه باشه قبول میکنیم، تازه ترتیب اثر هم میدیم. چرا اینجوری میگیم؟ بچه ها فکر نمی کنه اگه خودتون عضو بشین میتونین برای رسیدن به همون خواسته هاتون بیشتر تلاش کنین؟ نه، میدونین مشکل این نیست که کی از کی بهتره. مشکل اینه که شماها نمیخواین مسئولیت بپذیرین، اونا رو هم قبول ندارین. اینجوری نمیشه که. خانم عطایی اگر صحبتی ندارین بگم برن سر کلاسشون. خواهش میکنم، نمیتونن برن. به خانم اکبری هم بگین از تو جعبه کمک های اولیه بتادین بهتون بده بزنین رو زخماتون. خانم لطفی، من فکر میکنم یه خشم تو وجود این بچه ها هست که مال مدرسه و دیروز و امروز نیست. نمیدونم. خیلی خوب، یه ساعت دیر رسیدم ولی بالاخره که خودم رو رسوندم. ببین، تو هی میخوای یه جوری وانمود کنی که من نمیتونم سرپرستی این بچه رو به عهده بگیرم، ولی بذار من بهت بگم، زهی خی...
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ تو چرا مسائل با هم قاطی میکنی؟ بله که بهش کلید میدم. ببین بذار من بهت بگم، سعی نکن با سوء برداشت از این موضوع بر علیه خود من ازش استفاده بکنی، فهمیدی؟ خیر، ایشون دیگه هیچ وقت پشت در نمیمونه. نه خیر. الو، تموم شد شارژش، خدا رو شکر. چطور بود بابا؟ قهری با من اصلا. حالا که اینطور شد، الان دوتایی با هم را میفتیم میریم یه رستوران خیلی خیلی درجه یک و خوب. هر چیزی هم که تو دوست داری سفارش میدیم، ما هم میخوریم. خوبه؟ وای بر من کی میام. ساعت 3 مامان بزرگت میاد ترمینال، بریم دنبالش، برش داریم بذاریمش خونه، بعد من تو رو شب میبرم این رستوران. بابا اون موردی که اون سری به هم گفته بودی برات بررسی کنم و یادت میاد؟ من اونو دادم بررسی کردن. یکی از اون پیج ها اسمش پیج مادیان ها بود. اینا در واقع عکسای مثل عکسای خودزنی رو تو فضای مجازی منتشر میکنن. اکثریت این عکس‌ها یه برچسب و یا هشتگ روشون داره که با برچسب انتقام و خشونت و آرامش داره تو فضای مجازی منتشر میشه. خب خانم علیپور، اینا انگیزه شون چیه؟ ببین عزیزم، انگیزه هاشون متفاوته. اکثرشون دنبال جلب توجه هستن، میخوان تاثیرگذاری داشته باشن روی مخاطبشون. خیلی های دیگه شون دنبال این هستن که فالوور جذب کنن. جزئیاتش چیه؟ این پیجایی که شما دادین، اکثریتشون ادمیناشون دختر خانم های نوجوان هستن. کارشناسی کردین شما این موضوع رو؟ آره، توی کارشناسی ضمنی اولیه که انجام دادیم این موضوع مشخص شد. ولی اگر دوست داشته باشی که یه سری کارشناسی بیشتر براش انجام بدیم، حتما احتیاج داریم که زمان رو داشته باشیم برای این موضوع. راستی خانم عطایی جان، اون طرح کودک و اینترنت که در جریانش هستی، میتونی بپرسی ببینی توی مدرسه انجام شده یا نه؟ یه سری آموزش‌ها بود در مورد فضای مجازی، نحوه رفتار کردن دانش آموزا تو فضای مجازی. می‌خوام ببینم تو این مدرسه این آموزش رو از ما گرفته یا نه. نرگس جان سلام، گفتم زودتر برات پیغام بذارم، اینجا هوا طوفانیه، باد از سمت استوا داره شدیدتر میشه. من خوبم، نگران نباش. راستی پارسا چطوره؟ خواستم بگم یکم بیشتر حواست به پارسا باشه، باهاش بیشتر وقت بگذارم. گاهی فکر میکنم انقدر داره زود رشد میکنه که من دارم ازش جا میمونم. از مرخصی قبل که اومدم کلی حرف جدید ازش میشنم. تو باش حرف میزنی؟ خودت که میدونی تو این سن حساس میشن بچه ها. تو بهش نزدیک تری. سیگنال زدی، من برم. مراقب خودت باش. بحث من زبان بود که وقتی میخواد به محاوره نزدیک بشه، در درون شعر چی میخواد بسازه؟ در واقع اصلا چرا محاوره؟ یه کوچولو سریع اینم بگم که موسیقی درونی زبان رو خوب تونسته بود تراش بده. ممنون. افرا ظاهرا کار جدیدی آماده کردی. ممنون میشیم در اون دفعه. سلام. بفرمایید خانوم، البته نوبت من نیست اگه در بس نمیخواید. شما بین قدیری هستی؟ بله بفرمایید. من عطایی هستم، مددکار پلیس. راستش من میخواستم با مادر نسترن یه صحبتی داشته باشم اگه امکان داشته باشه. بیسرا بته 66 شماره 11. متاسفم، خدا بیامرزدشون. برای درسش مشکلی پیش اومده؟ نه درسش خوبه. شما چقدر از احوالاتش با خبری؟
اونقدی که 6:30 صبح میزنم بیرون از خونه، گاز کلاج دنده، گاز کلاج دنده تا شب. پسرم زودتر از من میرسه خونه. یعنی نسترن تو خونه تنهاست؟ از مدرسه که میاد بله. آقای قدیری، امکانش هست شما یکم بیشتر بتونین وقت بذارین برای نسترن؟ خیلی تنهاست. میدونم، همینقدر که قسط و هزینه اجاره خونه و هزار جور خرج مخارج دیگر رو بدم بتونم شکممون رو سیر کنم کافیه. بیشتر از این نمیتونم وقت بذارم. آقای قدیری، مگه نمیریم خونه؟ میریم سلمونی. من گشنمه. اول میریم موهاتو کوتاه میکنی، بعد میریم خونه نهارت هم میخوری. نمیخوام، اول نهار. آقای ناظمتون زنگ زدن میگن که برگه امتحان ریاضیاتتو سفید تحویل دادی. چرا پارسا؟ تو با این کارات میخوای چی رو ثابت کنی؟ از ریاضی خوشم نمیاد. خوشم نمیاد. ای بابا عزیز من، مگه ریاضی خوش اومدنیه؟ من که میدونم مشکل تو ریاضی نیست. بله که اصلا دوست ندارم. یعنی اگه من برای تو یک گوشی موبایل بخرم اون وقت دیگه ریاضی رو دوست داری؟ آره؟ دیدی آقا پارسا، میدونی این کارت یعنی چی؟ میدونی اگه فرصت امتحان دادن دیگه بهت ندن چی میشه؟ بابا زنگ زد بهش میگم. چی میگی؟ میگم دیگه. الان فرض کن که یه نفر جلوت نشسته، تو خیلی وقت میخوای خیلی حرفاتو بهش بزنی ولی نتونستی، شرایطش پیش نیومده یا اصلا میترسی بهش بگی، دوست داری اون آدم کی باشه جلوت بشینه که باش حرف بزنی؟ دلم میخواد با مامانم حرف بزنم. من جز پدرم کسی رو ندارم که دلم بخواد باش حرف بزنم. ببین مامان، من اصلا نمیخوام تو کارت دخالت کنم، اما اصلا من نمیخوام بین رابطه تو و بابا دخالت کنم، نظری بدم یا هر چیز دیگه. ولی تو واقعا بعضی وقتا دیگه زیادی به بابا گیر میدی. دیشب خواب دیدم که رفته بودیم شمال، همون خونه روستایی توی تالش که مثل قبلنا با مامان با هم میرفتیم. همه چیز خیلی خوب بود، تو هم حوصله داشتی، با ما حرف میزدی، میخندیدی. الان راحت شدی؟ الان که بابا دیگه کلن نمیاد تو خونه راحت شدی؟ الان 2 هفته میشه که عضو المپیاد مدرسه شدم ولی تو هنوز نمیدونی. تو اصلا میفهمی من دلم واسه بابام تنگ میشه؟ بابا به خدا خسته شدم، یکم به من فکر کنین. الان که برمیگردم میام خونه، همه جا ساکته، هیچ صدایی نمیاد. من بعد غذا درست کنم، با اینکه میدونم تو دست پخت من رو دوست نداری، بعد تک و تنها بشینم یه گوشه غذامو بخورم، هی درس بخونم تا شب بشه تو برگردی. خسته شدم، به خدا خسته شدم. برمیگردی به من میگی چرا امتحانت خوب نشد؟ چرا امتحانم خوب نشد؟ برای اینکه همش داد و بیداد میکردین. اون روز من داشتم درسمو میخوندم تو اتاق، انقدر داد و بیداد کردین، انقدر جیغ و داد کردین که من دیوونه شدم، کتابمو بستم گذاشتم کنار. تو کی میخوای ادامه بدی؟ تو کی میخوای این وضعیت رو تکرار کنی؟ با من حرف نزنی، همه چی ساکت باشه، خونه سوت و کور باشه؟ تو مثلا دلت برای من تنگ میشه؟ دلم واسه تون تنگ شده، دلم واسه این که کنار هم دیگه باشیم تنگ شده. چرا متوجه نمیشی اینو؟ میدونی
خیلی تنها. حالا که همه حرفاتو زدی الان چه حسی داری؟ حالت بهتره؟ یکم. نمیدونم، شاید یکم بهتره. خسته نباشی. گوشه شوفاژ باید لکه گیری بشه. منتها الان نه. اجازه بدین زنگ تفریح تموم شه همکارا استراحت میکنن بعدن. متشکرم. خانم کلانی، قرار بود با یه دبیر صحبت بکنین برای کلاس کنکور، چی شد؟ زنگ زدی؟ بله، تماس گرفتم، قرارشو زنگ بزنم. دیگه زنگ زدن نداره. بگیم بیان صحبتای آخر انجام بدیم، ان شاءالله بره سر کلاس دیگه به امید خدا. اوف. خانم عطایی خسته نباشی. ببخشید من امروز خیلی سرم شلوغ بود. خواهش می‌کنم. قرار بود صدای بچه‌ها رو ضبط بکنی. ضبط کردی؟ بله. یه لحظه تشریف بیارید. راست میگی؟ علیکه سلام آقا پارسا. سلام. تبلتو بده. رمزتو بگو. P-A 84 92 81 RS 521. RS. آره 521. من اگه به تو میگم نوشابه نخور، برای اینکه برات ضرر داره، قندت بالاست، بعد تو میری نوشابه میخوری، شیشه خالیاشو میریزی زیر تختت، که چی؟ که من رمزش هم عوض کن. یادم موند. خانم عطایی جان، چون از نقاط مختلف اتصال صورت گرفته، حدس ما اینه که شاید یه وایفای خونگی هک شده یا حتی شاید از کافینت این اتفاق افتاده.
وقتی که این اتفاق میفته حتما ما باید دیتای اون مکان رو جمع‌آوری کنیم. بعد از جمع‌آوری دیتا حتما اون دیتا آنالیز بشه و تحلیل صورت بگیره. اگه اینجا رو دقت کنی متوجه میشی که این دیتا در حال آنالیز شدنه. جناب سروان نمایش بدید. فکر میکنم پیداش کردن. بله یه مقدار بزرگترش کنین. این پیج این خانومه. این پیجی که شناسایی شده و مربوط به ادمین پیج مادیان هاست که داره به صورت فردی بین دانش آموزان این مدرسه عضوگیری میکنه. طبق تصویر مورد دیگه ای برای ما گزارش نشد. ببینم عضوگیری دیگه برای چی؟ معمولا این کار یه کار هیجانیه. دانش آموزها و نوجوانها برای اینکه بیان ایجاد هیجان کنن میان یه پیج رو میزنن، بعد از اون دنبال جذب فالوئر هستن. عکسی هم از خودش نذاشته تو پروفایل؟ نه، به نظر میرسه این کاربر خیلی باهوشه، خیلی دوست نداره که تصویری ازش شناسایی بشه. ما محدودیت داریم که وارد حوزه خصوصی دانش آموز بشیم، ولی بالاخره این اتفاق توی مدرسه افتاده. اجازه بدین، اول که هنوز مشخص نیست که دقیقاً این اتفاق داخل مدرسه افتاده یا نه، بعدم ما اینجا جمع نشدیم که تقصیر رو بندازیم گردن هم دیگه. جسارتاً سرکار خانم بذارید من به شما توضیح بدم. شما خودتون خوب میدونید بیشتر وقت بچه من داره توی مدرسه میگذره، بعدم اینجا بیشترین تاثیر رو ذهنیت بچه‌ها داره. بعد خیلی هم عذر میخوام، ببخشید، مگه این بچه ها نمیان اینجا که رو تعلیم و تربیتشون کار بشه؟ من نمیدونم این اتفاق چجوری افتاده ولی این بچه این آسیب رو اینجا دیده. من فکر میکنم اگه نزدیکتر به این موضوع صحبت بکنیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم. کیمیا یه خشم پنهانی تو وجودش داره که باید ریشه یابی کنیم ببینیم منشأش از کجاست. مسلماً که از خونه نیست، چون ما توی خونه خیلی با هم گفتگو داریم، مثلا خیلی برای هم وقت میذاریم. میشه بپرسم شما چقدر زمان مشترک با کیمیا داخل منزل دارید؟ زمان مشترک؟ خب داریم اندازه‌ای که باید داشته باشیم. ببخشید من میتونم از شما سوال بکنم که شما چقدر وقت برای تعلیم و تربیت این بچه ها میذاریم؟ آقای صالح‌زاده، ما معاونت پرورشی مخصوص همین امور مستقر در مدرسه داریم. بچه ها هر وقت که بخوام میتونم برم با مشاور صحبت کنم. بعد اگه بچه ای نخواد بره با مشاور صحبت کنه، مشاور چجوری میفهمه اون بچه مشکل داره؟ اتفاقا که صالح‌زاده رفته با مشاور صحبت کرده. و چی گفته بهش؟ چی گفته؟ گفتگوهای داخل اتاق مشاوره کاملا محرمانه است و ما نمیتونیم. چه محرمانه خانم؟ من مادر کیمیا هستم. ما پدر مادرشیم، نباید بدونیم چی رفته به مشاور گفته. به من نگه، به کی میخواد بگه؟ خانم من مادرشم، ایشونم پدرشه، ما غریبه که نیستیم که شما اجازه بدید. محرمانه کیمیا به مشاور من اعتماد کرده و باهاش حرف زده. من الان اگه به شما بگم چی گفته دیگه به مشاور منم اعتماد نمیکنه، نه تو خونه میتونه حرف بزنه نه تو مدرسه. باید بدونم که آخه مشکل دختر من چیه که رفته پیش مشاور، چه حرفی پیش مشاور زده. ببینید بعضی موارد هست که هنوز فراگیر نشده، ما هم داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم بفهمیم منشأ این تنش‌ها از کجاست. خانم خیلی از وقتی که برای من و بچه من گذاشتین ممنونم، ولی من کار دارم، باید برم به جلسه‌ام برسم. خیلی هم از شما عذرخواهی می‌کنم. فکر نمی‌کنید زندگی بچه‌تون هم همینقدر اهمیت داشته باشه؟ این همون حریم خصوصیه که شما دارین واردش می‌شین. دقیقاً. فقط همینمون مونده بود که بکشنمون مدرسه بگن با بچه‌مون چطور رفتار کنیم. اتفاقا به نظرم آدم شناسیشون حرف نداشت، تو رو خیلی خوب شناختن. هر کی نداره فکر میکنه چه مادری و گوه این بچه است. تو کلن روشت اینه، هر چیزی که خلاش به تو مربوط میشه از بیخ منکرش میشین. حرف نزن بابا، حرف نزن. به جای این حرفا چک میکردی ببینیم کیمیا کی میره، کجا میره، کی برمیگرده. مادری مثلا بدبخت. این چه طرز حرف زدنه؟ درست حرف بزن. بعدش هم به من نگو وظیفم چیه ها. من به تو نمیگم وظیفه چیه. وظیفه تو اینه که تو رستوران جلو چشم 40 نفر به من بگی چرا گوشی مدمر گذاشتم. که چی؟ یه نفر زنگ بزنه تو اسمشو نتونی ببینی. بعد چی گیرت اومد؟ اینو بگو دیگه. بگو این تو دلم مونده بود. اصلا تو هم سمت داشتی پدرش بودی. چند دفعه رفتی مدرسه دختر ده حال درسشو بپرسی. اصلا میدونی کیمیا با کی میره با کی میاد؟ بابا خیر سرمون قرار شد تقسیم وظایف کنیم. قرار شد من صبح تا شب بیرون از خونه جون بکنم، خونه رو تعمیر بکنم. به دین، به مذهب، من وقت، من تایم کم میارم. چی کار بکنم؟ زندگی تو برای من درست کردی؟ چه زندگی برات درست کردم ها؟ همونقدر که تو سم داشتی، همونقدر من سم داشتم. منتها تو گند زدی. میدونی چرا؟ چون تو کلا بی‌مسئولیتی. آره، تو خوبی. اصلا تو قهرمان. فقط بذار ببین.
اصلا مشکل این بچه میدونی چیه؟ مشکل این بچه اینه که داره تحت تربیت دوگانه بزرگ میشه. داستان من و تو که تموم بشه مشکل این بچه هم حل میشه. همینو بگو دیگه. فکر کردی نمیدونم این فرجه شیش ما جدا جدا زندگی کنیم برای چیه؟ به قول خودت میخوای با شیب ملایم تمومش کنی. خب تمومش کنیم بچه‌م راحت میشه. منم راحت میشم. باریکلا. الان تازه هوشتو انداختی تو مسیر درست. فقط جسارتاً بهت بگم تو احتساب زمان دوچار اشتباه شدی. اتفاقا ازت خیلی ممنونم. میدونی چیه؟ من الان بهتر دارم تو رو میشناسم. اصلا چرا شیش ماه؟ همین فردا میریم تمومش میکنیم. خوبه؟ خیالت راحت شد؟ هر کی نیاد صبح محضر. هر کی صبح نیاد محضر. هر کی نیاد. باش. همون قد که تو سمت داشتی، همون قدم من سمت داشتم. اونجا تو گند زدی. میدونی چرا؟ چون تو کلا بی‌مسئولیتی. مادری مثلا بدبخت. اصلا مشکل این بچه میدونی چیه؟ مشکل این بچه اینه که داره تحت تربیت دوگانه بوده. داستان منو تا که تموم بشه مشکل این بچه. جدا زندگی کنی برای چیه؟ بابا میشه نگه داری؟ دخترم تو تونل نمیتونم نگه دارم. این بلایی که شما سرم میارین خطر. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. حالت چطوره نسترم؟ خوبی؟ ممنون. بد نیستم. فعلا که روزا بعد از مدرسه میام اینجا ما مشغول کار میشم. یه جوری خودم سرگرم میکنم. خیلی هم عالی. کارتو دوست داری؟ نه اینکه از کار کردم بدم بیاد. ولی خب این روزا خیلی احساس تنهایی میکنم. هر فرصت که گیر بیارم فقط برای اینکه یه لحظه هم دیگه تنها نباشم سعی میکنم خودم یه جوری مشغول کنم. من کاملا درکت میکنم چی میگی نستر، اما تنهایی هم چیز بدی نیست. نباید از تنهاییت فرار کنی. ببین من میدونم تو مادرتو از دست دادی. هیچ کس این وسط مقصر نیست، خودت هم میدونی. مادرتو از بیماری فوت کرده، پدرت هم هر کاری که میتونسته انجام داده، اما این اتفاق افتاده. تو هیچ چیزو نمیتونی عوض کنی، هیچیو نمیتونی تغییر بدی. نمیتونی هم تا آخر عمرت به خاطر کمبود مادرت این ناراحتی رو با خودت بکشی. تو باید زندگی کنی، تو باید شاد باشی. ببین نسترم، یه موقعی که اصلا فکرشو نمی کنی یهو یه درایی به روت باز میشه که خودتو متعجب میکنه. بعد خودت یه روزی فکر میکنی میگی چرا این لحظه ها ما از دست دادم، چرا این ساعت ها ما از دست دادم. من کاملا میفهمم که تو خیلی کم بوده مادرتو تو زندگی داری و به خاطر همین اینقدر احساس تنهایی میکنی. ببین ما وقتی یه اتفاقی تو زندگیمون بیفته اگه بتونیم درستش کنیم تمام تلاشمونو میکنیم درستش کنیم، ولی وقتی از دست ما بر نمیاد که کاری انجام بدیم نباید تا آخر عمرمون به خاطر اون قضیه ناراحت باشیم. نباید بقیه عمرمونم از دست بدیم. ما باید زندگی کنیم. تو باید زندگی کنی. وقتی نمیتونی چیزی رو تغییر بدی بپذیرش. نمیگم فراموشش کن، هیچ وقت فراموش نمیشه. وقتی عزیز آدم از دست میره هیچ وقت فراموش نمیشه. تو مجبوری دیگه بپذیریش. بپذیریش برای اینکه بقیه زندگی تو داشته باشی. تو الان داری اینجا کار میکنی، میخوای به پدرت کمک کنی. این باعث افتخار پدرته. این خیلی خوبه که تو داری تمام تلاشتو میکنی که خودتو سرگرم کنی، از یه طرف به پدرت کمک کنی، از اون طرف هر چیزی که میخوای برای خودت بخری با پولی که خودت در میاری بخری. این خیلی عالیه نسترم. هر کسی نمیتونه تو این سن مثل تو باشه. من خیلی سعی کردم،
توی این مدت همه تلاشمو کردم برای اینکه توی مخارجم به پدرم کمک کنم. میدونین؟ من موفق نشدم. سعی کردم از کنار همه چیز بتونم بگذرم. ولی هنوز نتونستم. این خیلی خوبه که تو داری تلاشتو میکنی. منم کمکت میکنم. پنج دقیقه اضافه تموم شد. پاشو برو ریاضی تو بردار بیا ببینم چیکار کردی. پاشو. یه ذرهش مونده بود. پارسا ما با هم قرار گذاشتیم. پاشو. وقت بازی تموم شده. بده من اینو. بودو بودو. پارسا ماما خب نزن زیر قولت دیگه. پارسا مامان برات غذایی که دوست داری درست کردم، ماکارونی. بیا بخور. الو سلام، خوبی؟ این دفعه خیلی ماموریت طولانی شد، حداقل یه مسافرت کوتاه می اومدی. چی بگم؟ باش. راستی فرید امروز صابخونه زنگ زد، گفت برنامه‌تون چیه برای تمدید خونه و اینا. آره بابا، بعد کلی حرف زدن و تعارف و منت و اینا گفتش که آره خودتونم میدونین چقدر قیمت ها رفته بالا. نه نه پیش نمیخواد. حالا باش صحبت میکنم ببینم قیمت آخر رو چقدر میگه. فری تو خودت هم میدونی که من آدم سختگیری نیستم، ولی هر چیزی باید تعریف خودشو داشته باشه. حواسم هست سر اون قضیه خطم من بهش اجازه ندادم. میدونم. آره باش، منو بی خبر نذاری یا مراقب خودت باش. خدا نگه دارت. پس پاتوقت اینجاست. از سواری هم بلدی؟ من میام اینجا اسبا رو ببینم. اسمش کلاس کنکوره دیگه. شما هم کلاس کنکور داشتی؟ که خوب درس بخونی؟ که نتونیم یه نفس راحت بکشیم. خب زمان ما درس خوندن اینجوری نبود. چطوری بود؟ من میرفتم تو زیر زمین خونمون، تمام شیشه هارم روزنامه چسبونده بودم که بیرون رو نبینم حواسم پرت بشه. من اگه نخوام رتبه تک رقم یک کنکور بشم باید کجا برم؟ حتما تماشای تمرین اسبا. میدونین بدترین چیز چیه؟
اینکه مجبور باشی جای یکی دیگه زندگی کنی. افرا، پدر و مادر رو دوست دارن تو آینده بچه‌هاشون ادامه پیدا کنن. به من چه ربطی داره که مامانم نتونسته بره دانشگاه؟ شک نکن که مادرت بهترین آرزوها رو برات داره. ولی بهترین آرزوی اون لزوماً بهترین آرزوی من نیست. بهترین آرزوی تو چیه؟ اینکه آرزوی مامانم آرزوی من نباشه. میدونم عزیزم. الان برای تو خیلی سخته که جای مادرت وایسی و به الان خودت نگاه کنی. من کاملا درکت میکنم. خانم عطایی، کی جای من وامیسته؟ خانم عطایی جان چند روزه داره برای خودش لایو میذاره. یه مرامنامه گروهی هم تنظیم کرده. الان فکر کنم آنلاین، نمیخوای باهاش صحبت کنی؟ الان؟ آره همین الان. باشه. خب بذار ببینم چی میگه. نوشته اسم و جنس و مکان تو بگو. برش میرسم دخترم 16 سالمه، از تهرانم. میگه چی میخوای؟ ببین ازش بپرس چطوری میتونم عضو بشم. تو پیج خودش مادیان ها، درسته؟ آره دیگه. خب. میگه یکم صبر کن، فکر کنم رفت که سر کارمون بذارم. میتونی بفهمی از کجاست؟ مشخصه، احتمال میدم که از مجتمع پایتخت باشه، از یک وای فای بس شده. ببینم من میتونم با همین آیدی باش ارتباط بگیرم؟ آره میتونی باش صحبت کنی، ولی خب البته باید خیلی حواست جمع باشه چون خیلی کاربر باهوشیه. کلی تو مدرسه دنبالت گشتم. پس اینجا بودی؟ قدیری کو؟ نیومده. یعنی دیگه نمیاد. یعنی مدرسه دیگه نمیاد؟ باباش اومد پروندهشو گرفت برد. کجا برد؟ سمت قرچک، پیش مامان بزرگش. تنها شدی پس؟ نه فرقی هم نکرده. شاید یکم، ولی توی فاصله چیزی تغییر کرده؟ من اصلا دنبال تغییر چیزی نیستم. مادر بزرگت پیشت میمونه؟ فعلا میمونه. صالح زاده، ارتباطتو با پدر مادرت قطع نکن. من ارتباطم با همه برقراره به جز خودم. عزیز دلم، هر چی باشه اونا پدر مادرتن. ولی اونا فقط به خودشون فکر میکنن. ببین، ارتباط اونا دو بخش داره. یه بخشش ارتباطشون با خودشونه، یه بخشش ارتباطیه که با تو دارن. خب 100% این ارتباط رو هم دیگه تأثیر میذاره. من نمیدونم این تأثیرش که میخواد تموم بشه. فقط دیگه ته کشیده بود، انگار که بخوای یه جسد رو به زور سر پا نگه داری. دستتو ول کنی پخش زمین میشه دیگه، بدون اعتماد نمیشه. اون خونه برام زندون شده بود دیگه. شکی شما از کجا شروع شد؟ قصه داره. من کار میکردم، یه 2-3 سالی بود که فشار کاریم خیلی زیاد شده بود، دچار فشارهای عصبی میشدم. شاب گفت یه مدتی از شرکت بیام بیرون. خودتونم تمایل داشتین کار نکنی؟ اولش آره، یکم احساس راحتی و فراغت و با دوستام قرار میذاشتم، پیاده روی، خرید. ولی دقیقا همون موقع ها شهاب داشت تو کارش خیلی پیشرفت میکرد. شهاب دیر میومد خونه، گاهی اصلا شام نمیومد. روزمرگی حس بتالت به هم میداد. من فکر میکردم که شهاب دیگه به من توجه نداره. نداشت یا شما فکر میکردین نداره؟ واقعا فکر میکردم نداره. در مورد کیمیا هم همینطور بود؟ نه، در حد رسیدگی مثلا امور اولیش نه. رفتار خاصی بود که باعث بدبینی شما بشه؟ ببینید، تقریبا همه چیز برای من یه سند تعبیر خیانت میشد. اگه بهتون بگم روزی 1000 بار، شاید نمیدونم
بیشتر این پیام کجایی رو من می نوشتم همی فرستادم. اصلا حس حقارت بهم دست داده بود. من هیچی ازش ندیده بودم. ولی بهش شک داشتم و اذیت می کردم. البته من فکر می کنم این تحقیر نیست. این عدم اعتماد به نفس شماست. ببینید تمام روز من استراب داشتم. همش فکرم این بود که الان تو محل کارش چی میگذره. خب واکنش همسرتون چی بود به این رفتار؟ طبعا نمیپذیرفت. من یه دوره خیلی تمرین کردم که سکوت کنم ولی موفق نشدم. خانم صالح زاده، ببخشید من میتونم به سوالی شما بپرسم؟ بله البته. رابطه پدر مادرتون با هم چطور بود؟ من سوم ابتدایی بودم که پدر مادرم از هم جدا شدن. دلیلش هم برای شما روشن شده بود؟ آره. بابا جنوب کار میکرد، خیلی دیر به دیر میومد خونه. یه روز که برف میبارید من داشتم از مدرسه برمیگشتم خونه، عمو اومده بود توی پذیرایی با مامان حرف میزد. دیدم که مامان همه لباسای بابا رو ریخت تو چمدون و داد دست عمو. تا مدت ها اسم بابا که میومد مامان یا رو برمیگردوند یا حرف رو عوض میکرد. بعدن ازش پرسیدیم، من و خواهرام، گفت باباتون تو جنوب زنگ گرفته. شما هنوز با پدرتون ارتباط دارین؟ بعدن دیدمش ولی واقعا حس خوبی بهش نداشتم. خب رفتار خاصی از همسرتون سر زده که شما رو یاد پدرتون انداخته؟ نه خیلی. از اینکه ساعت‌های طولانی ازش بیخبر باشم نگرانم میکنه و فکرهای بد به ذهنم میرسه. بهش گفتین؟ نمیخواستم فکر کنه من از چیزی میترسم. من برای اینکه خیالم راحت بشه کنترلش میکردم. بعضی وقتا اصلا ازش فاصله میگرفتم ببینم سمتم میاد یا نه. سمتم هم که میومد انقدر مشاجرمون بالا میگرفت که تصمیم گرفتیم اصلا یه مدت از هم فاصله بگیریم. خب تو این مدت که فاصله گرفتین تلاشی هم کردین برای تغییر این وضعیت؟ تا حدی، ولی میدونید وقتی میخوایم دو کلمه با هم حرف بزنیم نمیدونم چرا علم شنگه میشه. ببینین با نیروی ستیز گفتگو پیش نمیره. مردا حوصله ندارن خیلی بگو مگو کنن، کلافه میشن. پیام کجایی یک هجومه، هجوم به خلایی که دارین بیرون دنبالش میگردین اما درون خودتونه. خب وضعیت زندگی شما تغییر کرده، باید درکش کنین، باید تعادل برقرار کنین بین چیزی که هستین و چیزی که میخواین باشین. اگه اون احساس رضایت روحی که دارین دنبالش میگردین تو کاره یا هر چیزی که میتونه اون خلای شما رو پر کنه انجامش بدین. هنوزم بهش علاقه داری؟ نشونه خاصی از خودش نداد؟ نخواستم حساس بشه. من بعید میدونم بتونیم اینجوری پیداش کنم. چی بگم؟ خودتون که همه چیو میدونی. جزئیاتو بگو. تو
دوست ندارم راجع بهش حرف بزنی. کسی که داره یه کاری رو با جدیت انجام میده حتما فکر و حرف براش زیاد داره. حرف که زیاده. خب من مشتاقم که بشنوم. البته اگه دوست داری بگی. حرف بزنم که چی بشه؟ ببین تو یه پیج رو انداختی، داری کلی فالوور جمع میکنی. مثل بقیه که پیج درست میکنن کلی فالوور دارن. ایرادش چیه؟ نه عزیزم، من فالوور داشتن که ایرادی نداره. اما تا حالا بهش فکر کردی اگه بیای یه فالوور تو توی مسیری هل بدی که خودت هم آخرش رو نمیدونی چی میشه؟ من کسی رو به زور نیاوردم. اتفاقا توی پیج ما کلا اجبار وجود نداره. اجبار نداری. ولی به نظرت یه جو خاصی نیست تو این پیج؟ یعنی مثلا شماها نمیخواین یه عده رو تحت تاثیر این جو قرار بدین؟ این جوی که شما ازش حرف میزنین توی مدرسه هست. ماها ایجادش نکردیم. ما؟ منظورم خودم بودم. ببین فکر نمیکنی نشون دادن یه آسیب به یه شکلی میتونه خودش آسیب رسون باشه؟ باشه قبول. شماها میخواین صداتون شنیده بشه. قبول کردن شما که فقط کافی نیست. خب با این روش به نظرت آیا کسی ترغیب میشه که بخواد صدای شما رو بشنوه؟ حداقل اینجوری احساس ترس میکنن، به خودشون میان. بعد وقت به این فکر کردی تو این مرحله اگه بازم حرفای شما شنیده نشه بعدش میخوای چی کار کنی؟ بعدش معلومه دیگه. بله الان برمیگردم. خانم عطایی ببینین همین الان یه پست آپلود شد نوشته امروز ساعت 7 پرواز اولی مادیا. خب این که اینجاست، گوشیشم که دست منه. چه خبره اینجا؟ خدا من گیج شدم. این چیه؟ ببخشید. بله خب خوبه. پس حکم جلبش از مراجع قضایی بگیرید به منم اطلاع بدید. ممنون. چی شد؟ خب پس یه کسی هست که تو میخوای صداتو بشنوه. پای دل در میونه. میدونه تو چطور فکر میکنی؟ بله میدونم. پس یعنی رمز و پسورد و اینا رو هم همه رو داره؟ همه چی هم میدونه. اگه یه روزی چشمتو باز کنی ببینی اون آدمی که فکر میکردی دیگه اون نیست، چه کار میکنی؟ هر کاری لازم باشه براش میکنم که... خانو برنگردین ها. برنگردین، پشتتون یه مارمولکه. اصلا نترسین. نترسین، برنگردین. رفت خوش ساعت. سر و صدا نباشه تا اسامی رو بتونیم بشنویم. بعدی کلامی 164، طارمی 305، وفایی 300، فیلدونی 203. باز کن قفل. این برای چی رفتم اونجا؟ خانم لطفی همه رو امتحان کردم هیچ کدوم نمیخوره. فکر کنم قفل رو عوض کرده. ای بابا برو یه آهنی چیزی بیار بشکنیم قفل رو. نیازی پور. خانم لطفی این در به کجا باز میشه؟ این در تراس پشت اون بالاست. بریم بگی زنگ بزنم به آتش نشانی اورژانس. بگو یه زنگ به مادرش بزن. اصلا یه دقیقه وایسا. خانم کلانی. افرا. تازه داشتیم قلقه همدیگه رو یاد میگرفتیم. حیف میشه. من خیلی به دوستی با تو نیاز دارم. دوستیم ربطی به سن و سال و تجربیات مشترک نداره. از وقتی با تو دوست شدم نوشتن رو دوباره شروع کردم. آخرین شعرم هم امروز نوشتم. با
آورده بودم برات بخونم. امروز داشتم با خودم فکر میکردم ای کاش اون موقع که همسن و سال تو بودم نوشتن شعر رو جدیتر دنبال میکردم. حداقل میتونستم حرفای دلم و حرفایی که نمیشه به هر کسی زد به صورت شعر بیارم رو کاغذ بنویسم. این که تو میتونی به زبون خودت قشنگ حرف دلتو بیان کنی بهت حسودی میشه. افرا یه خبر برات دارم. یادت بهت گفتم یکی از دوستام تو انتشارات کار میکنه؟ دفتر شعرتو براش فرستادم. زنگ زد گفت تحریریه نظرشون مثبت بوده رو شعرات. گفتن هفته آینده باید تماس میگیرن، باید بری دفتر واسه قرار داد. خودت باید بری. من دیگه باید برم اداره. اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن. خب آدم قضا سفارش میدارد میزی طوری خرج خودمو که میتونم در بیارم. میگه مگه من مردم که تو بری کار کنی؟ آقا مگه چیه کار؟ وام میگم من تا مدرسه 45 دقیقه راه دارم، ممکنه اتوبوس دیر بیاد. خب چیکار کنم؟ نمیتونم که باید در بیارم. الان 3 ماهه هی میگه ماه بعد تابستون اگه فلان اگه بیسار. خب نمیخوای بخری؟ چرا صافو پوسکنده نمیگی؟ ناخونامو از ته گرفتم باز میگه بلنده دیگه، ماخم نمیکشه. خب ماما خانوم من خوشم نمیاد بیام اون مهمونی، برم تو فاز خاطر بازی. موبایلم تو مدرسه روشن نبود به خدا خانوم، علیکی میگم بچه. خب شما که آمادگیشو نداشتین چرا بچه دار شدین؟ خانوم من دیگه خانوم.